مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن دی سی در گزارشی جدید درباره نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داده و گفته با این سطح از غنی‌سازی اگر تهران بخواد میتونه در یک هفته اورانیوم 90% غنی شده برای یک بمب هسته‌ای و در یک ماه 6 بمب اتمی داشته باشه. بر اساس این گزارش از سال 2022 به بعد زمان لازم برای ایران به منظور دستیابی به سلاح هسته‌ای صفر بوده. به عبارت دیگه این مؤسسه میگه جمهوری اسلامی بیش از اندازه مورد نیاز اورانیوم 60% غنی شده برای ساخت فوری یک مواد منفجره هسته‌ای داره. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل سطح تهدید برنامه هسته ایران رو در سیستم ارزیابیش به خطر حداکثری ارتقا داده. این بالاترین سطح تهدیدیه که این گروه از زمان شروع اندازه‌گیری میزان تهدید برنامه هسته ایران اعلام کرده. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین به ما پیوسته. آقای بیات، میدونم که صرف توانایی فقط مهم نیست، طبیعتاً آزمایش هسته‌ای هم مهم هست اگر بخوان به یک بمب برسند، اما به گمانم همین گزارش الان نشون میده که از اون خط قرمزی که در بالای یک بمب چند سال پیش بنیامین نتانیاهو کشیده بود عملاً جمهوری اسلامی رد شده. خوبه که از بنیامین نتانیاهو بسپردید. به نظر من این موضوعاتی که آقای اولبرایت و این انستیتوی که مطرح کردید پیش میاره خیلی نباید جدی گرفتشون. جنبه سیاسی داره تا واقعی. من تعقیب میکنم گزارشاشونو. عادت دارن الارمیستی هن. در واقع یه نوعی دنبال این هن جنگی را بذاریم کنار. واقعیت این است که جمهوری اسلامی اگر بتواند بمب می‌سازد، یعنی هدف این که جمهوری اسلامی اصولاً برنامه هسته‌ایش رو به این ترتیبی که هست شروع کرده و داره ادامه میده، دستش در واقع بمب‌سازی اگر بتواند. سوال موضوع اصلی این است اگر بتواند. حالا این که به اندازه کافی مواد غنی شده دارد، این واقعی یعنی در فاصله کوتاهی مثلا چند هفته قطعا میتواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساختن بمب داشته باشد. منتها اورانیوم غنی شده تنها کفایت نمی کند. این خودش هنوز بمب نیست. تا خود بمب درست کنه چاشنی هایی که بمب لازم داره. بعد وسیله انتقالش. مثلا گزارش انستیتوی آقای اولبرایت میگه میتونن از طریق تراک، از طریق کامیون و این حرفا بمبی رو انتقال بدن. در واقع اندکی مضحکه، چون کسی بمبو که نمیخواد بالای سر خودش بندازه. در هر حال واقعیت اینه، آنچه که باید جدی گرفت به نظر من آن است که رئیس مدیر کل آژانس مطرح میکنه. مدیر کل آژانس الان مدت از چند ماهه که دیگه مطمئن نیست و اندازه کافی نظارت داشته باشه روی برنامه غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. از این لحاظ میبینیم که چند بار تکرار کرده و آخرین تکرارش این بود در همین ماه ژانویه که میگه دیپلماسی، دیپلماسی، دیپلماسی. در واقع میخواد کشورهای دستندرکار رو به هر ترتیبی شده به سمت یک جوری توافق با جمهوری اسلامی سوق بده، زیرا که میترسد که از کنترل خارج بشود. این نقطه نظر خب این در خور توجهه که ممکن است جمهوری اسلامی تو این شرایط از یک طرف بخواهد از برنامه هسته‌ای صرفا به عنوان وسیله تهدید، کاری که در این دو سال اخیر کرده به شدت، به عنوان یه وسیله تهدید میگه مرتب بالاش میبره، اینجا و آنجا هم میگن که ما میتوانیم و امیدوارن که به این وسیله امتیازاتی بگیرن، اما ممکن است دنبال فرصتی هم باشن که در اون فرصت برن به سمت بمب ساختن. اما اینجا آنچه که باید اضافه کرد، برای ساختن خود بمب بسیاری نشانه ها بر این دلالت دارن که مدت چند سالی، دو سه سالی رژیم وقت لازم داره، مگر اینکه کارهایی کرده باشد که کشف نشده بوده باشند. چیزی که بر ضد این حرف میزنه آن است که اگر که اسرائیلی‌ها واقعا همه بایگانی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو
برده باشند از ایران، مثلا این دوتا سایتی رو که الان مورد درخواست آژانس برای رسیدگی مثلا از اونجا اومدن بیرون، یعنی قاعدتا اسرائیل باید بداند که جمهوری اسلامی در راه ساختن بمب چقدر کار رو پیش برده. میبینیم که دولت اسرائیل در این مورد خیلی اصرار نداره، یعنی آنچنان عاجل نمیداندش. منتها آیا که واقعا جمهوری اسلامی اسرائیل همه اطلاعات رو در اختیار داره، اون رو به دقت نمیدانیم. در هر حال خطر وجود داره، اما نه به اون شدتی که ISIS انستیتو برای علوم و امنیت بین المللی مطرح میکنه. ممنونم از شما. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین.